هی میگن همه کارهای انقلاب مردم داخل ایرانن. بابا ما وکالت دادیم، ما اپوزیسیون داریم، زود باشین واسمون انقلاب کنید. دوستان، یک تخم مرغ وقتی از داخل بهش ضربه میخوره و میشکنه، یک موجود زنده به وجود میاد، یک تولد دوباره، یک زندگی جدید. ولی وقتی از خارج بهش ضربه وارد میشه، مرگ، فروپاشی اون تخم مرغ رو به همراه داریم. پس تا مادامی که جریان انقلاب از سمت داخل ایران به سمت بیرون ایران در جریان باشه، ما پیروز انقلابیم. یعنی به وجود آمدن یک حکومت کاملا مردمی برای اولین بار در تاریخ ایران به دست خود مردم. ولی اگه جریان عوض بشه یا انتظار بیجا داشته باشیم که بگیم آقا ما اپوزیسیون داریم خارج از ایران، ما وکیل داریم خارج از ایران، این انتظار بیجا رو داشته باشیم که این اشخاص واسه ما انقلاب از خارج انجام بدن، یعنی نابودی. چرا من میگم نابودی؟ چون اون موقع دولت مردان غربی از خداشون همچین اتفاقی بیفته و از این انتظار بیجایی که ما از اپوزیسیونمون داریم، دولت های غربی میان استفاده میکنن و آماده معامله میشن برای اینکه تنش سیاسی رو کمتر کنن. میان با سران نظام، اون سران نظام پولداری که پشت پرده است بارها گفتم، وارد گفتگو میشن و انقلاب فیک از خارج ایران بدون حضور مردم در داخل ایران انجام میدن و اپوزیسیون ما و وکیل ما هم هیچ کاری نمیتونه انجام بده. وارد مرحله پوست اندازی سران نظام یا پوست اندازی رژیم جمهوری اسلامی میشیم. اتفاقی که برای شوروی افتاد، سران پولدار و سران نظامی شوروی اومدن یک انقلاب فیک به راه انداختن، یه فروپاشی فیک درست کردن و روسیه رو به وجود آوردن که همچنان اون سران نظام و پولدار شوروی دارن توی مسائل اقتصادی و سیاسی الان روسیه دخالت میکنن و تصمیم گیری میکنن. میتونیم تاریخ رو بخونیم، از تاریخ درس بگیریم. میتونیم درباره اولیگارشا و بلشویکا بیشتر بخونیم که بفهمیم چه اتفاقی برای روسیه افتاد، چطور از شوروی تبدیل به روسیه شد. پس به اعتراضات و اعتصابات سراسری در داخل ایران بپیوند تا اپوزیسیونت و وکیلت بتونه وظیفه خودش رو خوب انجام بده.